در مورد میلیچ، میلیچ عزمی برای پرداخت پولش دارید؟ بر میگرده، بر نمیگرده، چجوریه؟ بله، ما این موضوع رو در هیئت مدیره هم مطرح کردیم، با جناب آقای مدیر عامل مجموعا تصمیم گرفتیم که حتما مقدمات بازگشت به ایران رو فراهم کنیم. الان تنها گیر ماجرا اینجاست که ما باید بخشی از منابع رو به صورت ارزی تامین کنیم و به ایشون بدیم تا ایشون برگردن. اون رو هم جناب آقای مددی پیگیر هستن. ما یه مبلغی رو در فرودگاه متاسفانه در زمان بازی باشگاه‌های آسیا ازمون ضبط کردن، یه مبلغ حدود 50,000 دلار رو که بناست انشالله با زحماتی که جناب آقای مددی کشیدن در هفته آینده این پول برگرده به باشگاه و عیناً انشالله میدیم به جناب آقای میلیچ تا اون بخش از مطالباتشون که وجود داشت لااقل بخشیش رو پرداخت بسیار. کرده باشون و انشالله ایشون هم بعد از دریافت اون مبلغ به ایران برمیگردن. داستان وریا غفوری چیه؟ اینا رو هم دو سه خطی میتونید بفرمایید؟ یعنی چی داستان؟ یعنی این که تو طول هفته گذشته هم این دلخوریاش گرفته، آیا اونم مربوط به همون قصه قرارداد و مشکل مالیه یا یه چیزی بوده مثلا بین کادر فنی و خود ایشون و این داستان؟ نه، هیچ چیزی بین آقای غفوری و کادر یا باشگاه نبوده. در راستای همون مطلبی که خدمتتون توضیح دادم، توی برج 8 یعنی در آبان ماه نامه‌ای زده میشه به باشگاه استقلال از طرف کمیته اخلاق فدراسیون که در اون نامه خواسته میشه که قرارداد آقای غفوری رو بهشون باشگاه ارائه کنه و تقریبا فکر میکنم دو سه هفته بعدش یعنی در اوایل ماه آذر جناب آقای مددی هم طی یه نامه‌ای این قرارداد رو به کمیته اخلاق ارائه میکنن و خیلی بر من عجیب بود که چرا این نامه نگاری و محتوای این نامه منتشر شده در یک فصل بعدتر، یعنی در زمستان، یعنی تقریبا دو ماه بعدتر در ماه بهمن منتشر شد. و فارغ از این که اساسا چرا منتشر شد، این که چرا توی مقطعی که استقلال مستعد ورود به حاشیه بود منتشر شد. اینها همشون جای نگرانی داره برای ما. خودتون تحقیق کردید به جای نرسیدید کی منتشر کرده با چه هدفی منتشر کرده؟ ما واقعیتش هنوز به نتیجه نرسیدیم آقای یوسفی. علتش هم اینه که خب این قرارداد همونطوری که خدمتتون عرض کردم یه نسخهش در اختیار باشگاهه، یه نسخهش در اختیار هیئت فوتباله، الان هم که در اختیار کمیته اخلاق هم هست. آقای سعادتمند زمانی که مدیر عامل بودن خود ایشون در یکی از جلسات هیئت مدیره هم ابراز کردن که زمانی که نهادهای نظارتی از ایشون خواستن و به ایشون ابراز نگرانی کردن، ایشون یک نسخه از همه قراردادها رو به همه نهادهای نظارتی هم دادن. یعنی چون الان قرارداد جاهای مختلف یه نسخه ازش وجود داره، واقعا احصاء این که این از کجا درس کرده سخته، بسیار دشوار هست. آیه نظری، من یه نکته آخرم بپرسم. یه بعضی چیزا هم هست که به پول و اینا ربطی نداره. اینکه توی این شرایط کرونایی که خیلی محافظت هم میشه، یه افرادی سر تمرین بیان که بعد مثلا قصه درست بشه، بگم مثلا ایشون مثلا سابقه خوشی نداشته، بعد اصلا به خاطر اون جریمه بشن. این اتفاقات هم باید کنترل بشه دیگه، درسته؟ بی تردید همین که میفرمایید هست. بی تردید ما به هیچ وجه تایید نمی‌کنیم اتفاقی که افتاده رو و مطمئنن داشتن باشون. ما همه کار کرده و میکنیم تا بتونیم آرامش در اردوگاه استقلال برقرار باشه. حتی بعد از اون اتفاق ناخوشایند که رقم خورد، طی یک اطلاقیه‌ای به تیم مقرر شد که دیگر هیچ شخص متفرقه‌ای حضور نداشته باشه و اگر بنا بود بر این شد تا یه زمانی مهمانی در تمرین حاضر باشد، او حتما با مدیریت باشگاه باید هماهنگ بشه و بعد از تاییدیه امکان حضورش فراهم خواهد شد تا خدای نکرده این دست اتفاقات تکرار نشه. بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم و ممنون. سوال ممکنه زیاد باشه دیگه، وقت ما خیلی محدوده، نکته‌ای هست بفرمایید وگرنه شما رو به خدا بسپارم. سلامت باشید. من از شما و برنامه خوبتون تشکر میکنم و امیدوارم که بازیکنان عزیز ما که انصافا تا امروز با کم و زیاد باشگاه ساختن و
در کنار کادر فنی بسیار پرتلاش ما همگی دارن زحمت میکشن تا بهترین شرایط برامون فراهم بشه. امیدوارم که بعضی از ناملایماتی که پیش آمده بود رو بر همه ما ببخشن و ما ضعف هامون رو میپذیریم، داریم تلاش میکنیم انصافا، هم هیئت مدیره هم مدیر عامل محترم جناب آقای مددی، شبانه روز داریم تلاش میکنیم تا بتونیم نواقص رو رفع یا لااقل کم کنیم و به هر حال بعضی از انتقاداتی که در هفته های اخیر هم مطرح شده بخششون رو ما میپذیریم، بخششون هم واقعا شاید یه قدری بزرگ نمایی درشون صورت گرفته باشه، اما به طور کلی این اطمینان رو به هم هوادار عزیزمون هم به بازیکنان و کادر فنی میدیم که داریم تلاشمون رو بیوقفه انجام میدیم تا بهترین ها رو برای نام بزرگ استقلال فراهم کنیم و خیلی متشکر و سپاسگزارم. انشالله در پایان فصل بهترین نتایج رو خواهد گرفت. سپاسگزارم جناب آقای حجت نظری، سخنگوی محترم باشگاه استقلال. ممنون از حضورتون در برنامه ورزش و مردم و سوالات رو هم پاسخ دادید.